حکومت ایران در 26 سالی که از انتشار این متن معروف نویسندگان می‌گذرد، هیچگاه کانون نویسندگان ایران را به رسمیت نشناخته. در سال گذشته نیز 3 تن از اعضای این کانون، کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، به تمام آنچه که دادگاه تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت کشور اعلام کرد، به حبس‌های سنگین محکوم شدند. علی کاکاوند، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان، که خودش 2 سال پیش به اتهام شرکت در مراسم سالگرد احمد شاملو شاعر برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، از تهران با ماست تا درباره کانون بیشتر صحبت بکنیم. آقای کاکاوند، خیلی ممنون که در برنامه ما شرکت میکنید. میخواستم در ابتدا از شما بپرسم آخرین خبری که شما در مورد این 3 عضو کانون نویسندگان دارید چیه؟ درود بر شما و درود بر مخاطبان این برنامه آقای سبا. دوستان ما کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی از اعضای فعلی و پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که به مجموعاً به 15 سال و نیم زندان محکوم شدن، الان در زندان اوین هستن، با ما در تماسن و هم اونها و هم ما فعلا نگران حالشون هستیم به خاطر این وضعیت کرونا. همونطوری که شما هم در ابتدای این برنامه گفتید، به هر حال از همین اتهامای نخنما به اونا زدن، از نظر ما و از نظر خودشون کاملا مشخصه که صرفا به خاطر دفاعشون از آزادی بیان و مخالفتشون با سانسوره که این حبسای ناعادلانه را میکشن و ما هم همیشه از همه خواستیم که حمایت کنن از این دوستان که هر چه زودتر آزاد بشن، به خصوص با این وضعیت بیماری همگیر کرونا که در شهرها و روستاها داره قربانی میگیره هر روز و در زندانها با وضعیت بد بهداشتی احتمال در واقع شیوع بیشترش هست. ما نگران جان آنها هستیم، ما نگران سلامتشون هستیم و این در واقع خواسته ماست که اونا هر چه زودتر آزاد بشن، چون واقعا هیچ عملی که مساق عمل مجرمانه با همین قوانین فعلی کشور باشه انجام نداد. آقای کاکاوند، شما میگید این دوستان شما هیچ جرمی مرتکب نشدن حتی طبق قوانین موجود جمهوری اسلامی، ولی با وجود این 3 نفر زندان هستند، محکوم شدن. میخوام ببینم مشکل حکومت اصولا با نویسندگان و کانون نویسندگان چیه که افراد بیگناهی رو که برای آزادی بیان دارن مبارزه میکنن به گفته شما میندازه زندان؟ مشکل چی هست؟ ببینید آقای سبای عزیز، موضوع اینه که ما باید ببینیم و اصلا جواب حکومت به این سوال چیه، چون اونا دارن این کار رو میکنن، اونا باید پاسخ بدن. اما اگه من بخوام مثل خیلی دیگه نظر شخصیمو بگم، خب اول اینکه این حکومت فقط با نویسنده ها که میخوام تشکل داشته باشن مشکل نداره، با تشکل برای راننده ها، برای کارگران، برای زنان، برای گروه های مختلف شغلی و برای معلم ها هم مشکل داره. یعنی هر گونه سندیکا و تشکل مستقل رو بر نمیتابه ظاهرا. از طرفی خب نویسنده هم ایدئالگراست، همیشه نقص ها و زشتی ها رو میبینه، نشون میده. نویسنده های واقعی همیشه در طول تاریخ همین بودن، تحمل زشتی رو ندارن، حکومت هم ناقصن. حکومت های دیگه با این نویسنده ها راه تحمل و مدارا رو پیش میگیره، ولی حکومت های تمامیت خواه و توتالیت رو تحمل نمی کنن. حالا تصور کنید یه حکومتی نمیذاره تشکل باشه، نویسنده رو هم تحمل نمی کنه. حالا تشکل نویسنده ها ببینید چی میشه، و اونم کانون نویسندگان ایران. مشکل اصلی همینه، چون کانون نویسندگان ایران از آزادی بیان دفاع میکنه و با سانسور مخالفه. حکومت های تمامیت خواه برای افراد جامعه انگار ارزش قائل نیستن، جامعه رو جامعه بشری نمیتونن. اونا به مردم میگن ما برای شما تعیین میکنیم، شما هنوز به اون حد از درک نرسیدید. یعنی با رفتارشون اینو میگن، ما برای شما تعیین میکنیم که چه بنویسید، چه بخوانید، چه ببینید، چه بشنوید، چه بپوشید و حتی چه بنوشید.
در واقع کانون نویسندگان خب وقتی مدافع آزادی بیان مدافع آزادی با اینا مخالف با این محدودیت ها مخالفت میکنه و اونا هم میخوان سرکوب کنن. از طرفی ما انواع سانسور داریم، همین الان میبینید سانسورای فرهنگی، سانسورایی که از رسم و رسوم قوم و قبیله میاد، سانسورای از مذهب و ملیگرایی میاد، در مناطق کشورهای اطراف ما اطراف ایران میبینیم که یه عده‌ای در مبارزه با آزادی بیان به خیابان میان، به جای اینکه قاتل رو محکوم کنن در دفاع از او به خیابان میان، اون قاتل که معلم فرانسوی رو کشته بود. خب این یه بخشی از سانسوره. اینا کانون با هر نوع سانسوری مخالفه. این سانسورهای برآمده از اخلاق و فرهنگ و ملی‌گرایی بگیر تا سانسور سیستماتیک، وحشی‌ترین، خشن‌ترین و خونین‌ترین سانسور همون سانسور دولتی یا سانسور سیستماتیکه. در این نوع سانسور دیگه سانسور یک اسم نیست، یک رسمه، یک آینه. طبق این رسم و آین سانسورچی ها میان چراغ ها رو خاموش میکنن، میزنن، میکشن، میبرن، میدوزن، میدرن. و خب کار کانون اینه که در واقع نور بندازه بر صحنه، بله، ناظران ببینن. برای همین آقای کاکاوند، کانون نویسندگان ایران همیشه از همون کانون نویسندگان ایران همیشه اصرار داشته که ما یک کانون صنفی هستیم. حتی اون متن معروف 134 نویسنده هم اصرار اینه که ما نویسنده ایم، چیزی دیگری نیستیم، ما حزب سیاسی نیستیم، بلکه میخوایم آزادی داشته باشیم بنویسیم و مردم تصمیم بگیرن که ما کارمون خوبه یا کارمون بده. ولی با وجود این حکومت گویا هیچ تفاوتی قائل نمیشه بین به اصطلاح حزب سیاسی با یک گروه صنفی. ببینید این که چرا تفاوت قائل میشه، خب نظرات مختلفی هست. عده‌ای از دوستان از جمله مثلا من دیدم آقای فرج سرکوهی همچین نظری داره، میگه چون تجربه بلوک شرق هست که نویسنده‌ها، یه عده‌ای از نویسنده‌ها تونستن نقش آلترناتیو برای احزاب سیاسی بازی کنه. من نمیدونم حکومت همچین فکری داره یا نه، ولی ببینید حکومت جمهوری اسلامی و کلا این جنس حکومت‌ها حکومت‌های مقدسن. تصور کنید برای همه چی پسوند مقدس میارن. برای وقتی نویسنده، چه شخص نویسنده چه تشکل کانون نویسندگان ایران، میاد میگه آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان در تمام امور فردی و اجتماعی، یعنی سه بخشش میکنه، اونا احساس میکنن این وارد مقدسات شده. هر روز هم خط قرمز دارن، هر روز هم خط قرمز ها اضافه میشن، لباس مقدس، نظام مقدس، فلان مقدس. علت اصلی همینه، چون کانون با سانسور مخالفه و مدافع آزادی بیانه. او بعد بالعکس، اونا مدافع سانسورن و مخالف آزادی بیان. اینکه چرا چه این نقشی برای کانون قائله، چون که سیستم جمهوری اسلامی از یک سیستم فرهنگی از حوزه علمیه اومده که خوب یا بد سیستم فرهنگیه. کانون نویسندگان ایران یه گروه فرهنگی هست، اما دو قطب مخالفن، یکی مدافع آزادی، یکی مخالف آزادی. من فکر میکنم این پررنگتره، این خطکشی نظر شخصی منه که پررنگتره بین یه سیستم مقدس معاب که پر از خط قرمز و یه تشکل مستقل آزاد که میگه خط قرمز نباید باشه، باید همه بتونن حرف بزنن، مردم جامعه خودشون تشخیص میدن چی خوبه چی بده. اینجوری بشر روش میکنه و الان بشر هنوز تو قارها زندگی میکرد اگه آزادی بیان نبود. بله بله، خیلی از شما متشکرم آقای علی کاکاوند از تهران، از دبیران کانون نویسندگان ایران. من از شما سپاسگزارم.